درود فراوان به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون ایرانیان برلین. 26 فوریه اجلاس زنان اقلیت و به حاشیه رانده شده در برلین برگزار گردید. 12 سخنران در این برنامه شرکت داشتند. ورود برای عموم آزاد بود. پانل اول این برنامه رو ما همان روز لایف پخش کردیم. لطفاً به قسمت اول این برنامه توجه بفرمایید. به اولین اجلاس زنان اقلیت و به حاشیه رانده شده در برلین خوش اومدید. من مایلم از سوی کمیته عمل انقلابی زنان به شما خوش آمد بگم و روند برنامه و نکاتی که لازمه به اونها توجه کنیم رو با شما در میون بذارم. امیدوارم با رعایت این نکات به ما کمک کنید که امروز رو به بهترین شکل ممکن پیش ببریم. لطفاً حین سخنرانی سکوت رو رعایت کنید، موبایل‌هاتون رو خاموش کنید یا صدای اون رو قطع کنید تا مزاحم سخنرانی نشید. متأسفانه مقررات سالن به اون اجازه پذیرایی ندادن و هر گونه مایعات به داخل سالن ممنوعه. البته به خاطر پارکت‌های چوبی کف سالن هستش. برای همین ما تدارک غذا و نوشیدنی متأسفانه نتونستیم داشته باشیم. پس در زمان استراحت میتونید از کافه در سالن همکف استفاده کنید. یه نکته که خیلی مهمه اینه که از اونجایی که فیلم برداری و عکاسی فقط برای دوستان رسانه و خبرگزاری هایی که با برچسب سبز رنگ مشخص هستن مجازه، پس لطفاً از گوشی ها و دوربین های عکس برداریتون به هیچ وجه استفاده نکنید. عزیزانی که به هر دلیلی نمیخوان تصویری ازشون ثبت بشه، از انتظامات لطفاً برچسب قرمز رنگ بگیرن، روی لباسشون بزنن و سمت چپ من که میشه سمت راست شما بشینن که تصویری ازشون در رسانه منتشر نشه. لازمه بگم که ویدیویی از این سخنرانی در اول فرصت منتشر میشه و ما متاسفانه بخش آنلاین به دلایل گوناگون نداریم. تشکر میکنم از دوستانی که از سوی رسانه‌های رادیو فردا، ایران اینترنشنال، تلویزیون ایرانیان برلین اینجا هستن و زحمت انعکاس صدای شما رو میکشن. اگر عکسی از معترضین و فعالین سیاسی که در زندان هستن و یا جانباختگان خیزش انقلابی به همراه دارید نمایشمون بلا من است. در ضمن اجازه دارید از هر نشان و پرچمی تا جایی که برای دیگر حضار مزاحمتی ایجاد نشه استفاده کنید. در این مورد انتظامات سالن مرجع تصمیم گیری است. و در آخر ازتون میخوام که با هر گونه مزاحمت یا مورد مشکوکی اگر روبرو شدید حتما سریعا به انتظامات سالن، کسانی که روبان سفید روی بازوشون دارند، در میون بذارید و به هیچ وجه شخصی برخوردی نکنید. برنامه امروز در سه بخش به صورت مجزا با حضور فعالی و کنشگران مختلف برگزار خواهد شد. این پنل ها به ترتیب چنین خواهد بود. در این بخش میزبان طاهره دانش، کنشگر بهایی، طاهره سجادی، کنشگر افغان، توبا پورزرد، کنشگر جامعه ناشنوا، نسیم زلفی از فعالین تشکل فمینیست ها در برلین و ملیکا زر کنشگر جامعه LGBT خواهیم بود. سپس یک ساعت استراحت خواهیم داشت برای نهار و رس ساعت دو برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. پنل دوم، اوزی اوزر کنشگر جامعه LGBT پلاس، مینا خانی کنشگر فمینیست گیلک، سلماز شایلان کنشگر ترکمن، فاطمه پیشدادان از خانواده های دادخواه دهه 60. پنل سوم، فریبا برهانزهی کنشگر بلوچ، سویل سلیمانی کنشگر ترک، شیما سیلاوی کنشگر عرب، ناهید بهمنی کنشگر کرد. در پایان هر پنل زمان محدودی برای طرح سوالات در نظر گرفته شده. ولی در پایان سه پنل وقت در اختیار حاضرین خواهد بود تا بحث‌های خودشون رو مطرح کنن و با ما نقطه نظراتشون رو به اشتراک بذارن. امروز شادی امین مجری و گرداننده این اجلاس خواهد بود. در این اجلاس شادی امین گرداننده پنل ها خواهد بود تا ارتباط محتوای پنل ها با هم حفظ بشه و بحث های مختلف به هم پیوند داده بشه. شاید بسیاری از شما فکر کنید شادی امین نیاز به معرفی نداره، اما من میخوام چند جمله‌ای در معرفی شادی عزیز بگم. شادی امین یکی از معدود آدم‌هایی است که در پیشینه فعالیت سیاسی بیش از 40 سالش بی‌وقفه علیه تمامیت جمهوری اسلامی مبارزه کرده.
و در خیلی از دوره ها مثل زمانی که در کنفرانس برلین به حضور اصلاح طلبان و مماشات دولت آلمان با رژیم حاکم اعتراض کرد، هدف توهین و حملاتی واقع شد که حتی اکنون هم به پایان نرسیده. شادی امین در خیلی از حوزه ها فعال بوده. زنان، LGBTQ، حقوق بشر، دادخواهی و سیاست. او بارها و بارها طعم در اقلیت بودن و به حاشیه رانده شدن را چشیده. ولی با این همه از میدان به در نرفته و برای خیلی از ما جوانترها الگویی برای مقاومت و سخت‌کوشی بوده. در شرایط دشوار موضوعاتی را که یا تابو بوده و یا جامعه بهش بی‌توجه بوده در موردشون تحقیق کرده، کتاب نوشته و اونها را به گفتمانی اجتماعی تبدیل کرده. شادی امین در هیئت مدیره ایلگا، بزرگترین سازمان جهانی LGBT، منشأ تغییر بوده. چندین تقدیر بین‌المللی رو دریافت کرده و مهمتر از همه اینها سعی کرده دنیا رو جای بهتر، برابرتر و منصفانه تر برای همه ما بکنه. از شادی امین میخوام تشریف بیارم و برنامه رو شروع کنم. من هم به نوبه خودم سلام میکنم به همه شما عزیزان. این مشکل قد همیشه با ماست. از سالون پرسیدم پله نداریم بذاریم زیر این که مردم ما رو ببینن، گفت نداریم و بهشک امیدوارم که ما رو ببخشید. اول تشکر میکنم چون میدونم که خیلی منتظرن بعد از ظهر بیان و از شما تشکر میکنم که صبح زود روز یکشنبه‌تون رو در اختیار ما گذاشتیم. از همه دوستان عزیز رسانه‌ای که احیانا نامشون رو نبردیم و هستن تشکر میکنم، چون این جلسه ها بدون اینکه انعکاس پیدا کنه مردم ایران بشنون این صداها رو پاسخ درخور نخواهد گرفت. در زمانی که انقلابی در کشورمان علی‌رغم اوج و فرودهایش در جریان است، ما شاهد انواع گردهمایی‌ها، تظاهرات‌ها و اجتماعات اعتراضی هستیم. همه در تکاپوی یافتن بهترین و مؤثرترین راه برای رسیدن به مقصد. پایه‌های انواع ستم به لرزه درآمده است. ستم جنسی، ستم طبقاتی و ستم ملی. در تلاش برای یافتن ریشه‌های این ستم‌ها، رابطه فیمابین و چگونگی محو و نابودی آنها، ما از 13 فعال زن، هر جا هم میگم زن یه ستاره بالاشه با هر تعریفی که خود این عزیزان از خودشون بکنن، برای هرچه همه شمولتر کردن افقهای متفاوت و طرح مطالباتشان دعوت کرده ایم. شعار ژن ژیان آزادی که ترجمان خود را در زن زندگی آزادی به همه جهان سرایت داد، توانست در این دوره یک بار دیگر موضوع بدن زن را به محور منازعات بکشاند. زنان با آتش زدن روسری‌های خود بر ظلم صده‌ها شوریدند. جهان را به حمایت از خود و خیزش انقلابیشان دعوت کردند و بر لب‌های یخ زده از زمستان چندین دهه لبخندی به ارمغان آوردند. اما همچنان موانع بسیاری در راهند. امروز بیش از آغاز انقلابمان می‌دانیم که رسیدن به قله پیروزی راهی پر سنگلاخ است و گفتن از انقلاب و خواسته‌های چند دایه مردمی که همیشه در تاریخمان ناشنیده مانده‌اند ساده نیست. گویی نزاع اصلی نه در بین مردم و حاکمیت، بل در بین خود آحاد این جامعه برای گسترش مکان‌ها و فضاهایی که بتوان از خود، هویت خود، مطالبات خود، نگرانی های خود و آرزوهای خود گفت است. زنان و همه به حاشیه رانده شدگان، اهم از اقلیت های جنسی و جنسیتی و یا افراد دارای معلولیت و یا معتقدین به مذاهب و باورهای غیر شیعی و بی خدایان و یا گروه های ملی و اتنیکی و طبقات تحت استثمار، عملا به موتور جنبش بدل شدند بدون آن که هنوز فرمان و سکان این جنبش را در دست داشته باشند. منشور 20 تشکل مدنی، فعالین کارگری، دانشجویان،
معلمان، زنان، بازنشستگان در ایران چراغی است که در این تاریکی به ما امید می‌بخشه. ما 30 سال تردید و یأس را در بین دردمندان و عاشقان عدالت و برابری در زمانه انقلاب تجربه کردیم و بر این باوریم که برای برون رفت از آن به ایجاد فکر و گفتمانی تازه و انقلابی نیازمندیم. بدون شناختن دردها و یافتن زخمها نمیتوان آنها را درمان کرد. و نشست امروز ما برای بیان همین دردها و چاره‌جویی برای درمان آنهاست. برای یافتن راه‌هایی که بتوانیم همراه و همدل قدم‌های آتی را تعیین کنیم، لازم است که بر دستاوردهای تاکنونی انقلاب ژینا تأکید کنیم. تا همین امروز و علی‌رغم اینکه هنوز پیروزی قطعی را مزه نکرده ایم، این جنبش دستاوردهای کلانی چه در سطح ایران و منطقه و چه در سطح جهان داشته است. زنان به مرکز برنامه‌ها و منشورهای گوناگون راه یافتند و غیر قابل حذف شدند. بعید می‌دانم بازگشت به قبل از آغاز این انقلاب به سادگی میسر باشد. زنان و جوانان عاملیت خود را باز یافتند و نیروی سازنده خود را باز شناخته و می‌روند تا قدرت خود را برای یک تغییر بنیادی باور و آن را به کار گیرند. کشته شدگان این ماه‌ها با خنده‌ها و رقص‌ها و دلبستگی‌هایشان به زندگی ما را به شرکت و تداوم مسیر مبارزه‌شان فرا می‌خوانند. مبارزه‌ای که بیشک بایستی پاسخ عادلانه‌ای به تمام تبعیض‌ها در سراسر ایران و برای همه گروه‌های تاکنون محذوف باشد. به امید آن روز برنامه امروز را آغاز میکنیم. اجازه میخوام که اولین سخنران رو حضورتون معرفی بکنم که دوست عزیزمون توبا پورزد خواهد بود، کنشگر جامعه ناشنوایان. توبا پورزر در ترکیه زندگی میکنه. خودش در بحثی که ارائه خواهد داد میگه به همین دلیل مشکل حضور در این برنامه رو داشت، ولی خوشبختانه امکان ارتباط دیجیتال به ما این فرصت رو میده که بتونیم با کسانی هم که امکان سفر ندارن گفتگو داشته باشیم. از اونجایی که توبا ناشنوا هستش، امکان حضور آنلاینش ممکن نبود، چون مترجمی که میتونست حضور پیدا کنه در این ساعت امکان آنلاین شدن نداشت و به لحاظ امنیتی هم نمیخواست حضور پیدا بکنه. به همین دلیل توبا ویدیویی ضبط کرده و برای ما ارائه داده که امروز اون رو میبینیم. توبا پورزد فعال در زمینه مبارزه با تبعیض علیه جامعه ناشنوایان در ایران. او از طریق تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی برای افراد LGBT ناشنوا، تبعیض‌های تقاطعی که جامعه متحمل می‌شوند را مطرح کرده و برای مبارزه با آنها آموزش می‌دهد. او همچنین در انجمن LGBT ناشنوایان بین‌المللی نیز فعالیت دارد. من از دوستان تکنیک خواهش می‌کنم که ویدیوی توبا رو پخش بکنم. من ایران به دنیا آمدم در شهر بوشهر، ولی برای تحصیلم به شیراز رفتیم و تا 18 سالگی اونجا بودم. من خیلی زود بعد از دیپلم ایران رو ترک کردم. من اینجا به طور موقتی پناهنده کشور ترکیه هستم. میخوام در مورد اینکه چرا ایران رو ترک کردم صحبت بکنم. چند تا دلیل داشت. من خانواده‌ام ناشنوا هستم، پدر و مادرم، و من تو خانواده ناشنوا به دنیا آمدم و از بچگی هویت ناشنوایی در من شکل گرفته. همین که من از خانواده LGBT لزبیان هستم. زندگی تو ایران، خب میدونیم وقتی از بچگی زندگی پدر و مادرم رو میدیدم که چقدر مشکلات زیادی دارن. دولت جمهوری اسلامی امکانات مناسب برای معلولان و ناشنوایان در نظر نگرفته.
یکی از چیزهای مهم برای ناشنوایان دسترسی هستش. ما مترجم نداریم و اون مترجمی که توی تلویزیون استفاده میشه افتضاحه و دسترسی کامل رو ایجاد نمی‌کنه. امکانات مختلفی که برای رفاه معلولان و همچنین ارتباط ناشنوایان باشه وجود نداره. خیلی مشکلات زیادی وجود داره. شما فکر کنید یک ناشنوا به بیمارستان، بانک یا مؤسسات مختلف یا ادارات مختلف بره. هیچ راه ارتباطی وجود نداره. متاسفانه دولت هنوز زبان اشاره رو به عنوان زبان رسمی به رسمیت نشناخته. خیلی از کارمندان حوصله برقراری ارتباط با خود ناشنوا رو ندارن و میگن که برو با یه فرد شنوایی با خانوادت بیا. اونو فکر میکنن که ما زندگی کردن رو بلد نیستیم. ما ناشنواها زندگیمون مثل شنواهاست و فقط نمیشنویم. همین. خیلی مشکلات زیادی به واسطه ناشنوایی ایجاد شده. من وقتی زندگی اونا رو میدیدم نگران میشدم که این در آینده هم برای من اتفاق بیفته. مثلا من خب تا دیپلم درس خوندم، اما آیا این آموزش کامل بوده برای من؟ نه. به خاطر اینکه معلم ها خوب درس نمیدادن، به خاطر اینکه معلم ها با زبان اشاره به ما آموزش نمیدادن. اصلا لازم نبود معلم زبان اشاره بلد باشه تا استخدام بشه. همیشه از روش گفتاری استفاده میکردن و ما خب ناشنوا دسترسی کامل به آموزش نداشتیم. بعضی از معلم ها البته تلاش میکردن که حتما ناشنوا درس متوجه بشه، ولی خب نه، خیلی بیشتر از معلم ها حوصله نداشتن. آموزش پرورش اشاره رو ممنوع کرده بود توی مدارس و فقط میگفت روش گفتاری استفاده کنه. ناشنوا ها رو مجبور میکردن که از زبان اشاره استفاده نکنن. این یعنی هویت ما رو از ما گرفتن. من هویتم رو دوست دارم، من ناشنوایی رو دوست دارم، زبان اشاره رو دوست دارم، این هویت منه. اونا ما رو مجبور میکردن که با صدا صحبت بکنیم و فشار میآوردن. جمهوری اسلامی همیشه تبلیغ کاشته حلزون میکرد، تشویق میکرد آدم رو که کاشته حلزون بکنن، ناشنواها هویت نداشته باشن. هیچ وقت ناشنواها بخواد با همون چیزی که هستن تشویق نشدن. ما ناشنوایان هنرمند زیاد داریم، چه تو زمینه نقاشی، تو زمینه‌های مختلف مثل نجاری، برق، خیلی توانمند هستن، اما هیچ وقت تشویق نشدن. همیشه آدمایی که نیم شنوا بودن یا کاشته حلزون شده بودن و میتونستن خوب صحبت کنن رو بهشون توجه میکردن. این تبعیض خیلی شدیدیه. من نگران اینها بودم و نگران آینده خودم. علاوه بر ناشنوایی من هم خانوم هستم هم لزبیان هستم و این یعنی تبعیض چندگانه و زندگی تو ایران با این شرایط واقعا بده. من نمیخواستم برم دانشگاه به خاطر اینکه خب تو دانشگاه مترجم نداشتم و میدونستم که نمیشه همینطوری درس خوند. خیلی از ناشنواها مدارک بالاتری دارن اما شغلی نتونستن پیدا کنن. فقط به خاطر اینکه نمیشنون اونها استخدام نشدن. گفتن که تو خونه بشینید، بیکارن. همه ناشنواها آرزوها و هدفهایی برای آینده هاشون آیندهشون دارن، ولی آیا میشه رسید بهشون؟ اونو خیلی قصه میخورم، افسرده شدم و مشکلات روانی پیدا کردن، اما چجوری برم به پیش روان پزشک، روانشناس؟ دسترسی نداریم. از نظر اینکه زن هستیم هم خب میدونید مشکلات رو، امنیتی نداریم و به خاطر همین من از ایران رفتم. امسال بدتر هم شد. شرایط اینترنت مشکلاتی برای ناشنوایان به وجود آورد. باید از پوت شکن استفاده بکنم. من الان خودم نمیتونم با خانواده ناشنوام ارتباط برقرار کنم. با جامعه ناشنوا چجوری ارتباط برقرار کنم؟ وقتی تماس تصویری داریم انقدر کیفیت تصویر بده که نمیتونیم بفهمیم چی میگن. شاید شنواها بتونن از طریق وایس یا تلفن استفاده بکنن، ارتباط بگیرن، ولی ما ناشنواها تنها راه ارتباطیمون تماس تصویری بود که بتونیم به طور مستقل حرف بزنیم. بیشتر شنواها از ناشنواها سوء استفاده میکنن. فکر میکنن که ناشنواها نمیدونن، نمیتونن و نمیتونن تصمیم بگیرن و در نهایت همه تصمیم ها رو برای ناشنواها خودشون میگیرن. میخوام مثال بزنم. مثلا یک ناشنوایی میخواد شکایت بکنه توی دادگاه یا اداره پلیس و ولی اونها میگن که تو ناشنوا هستی، تو نمیتونی، برو با یه شنوا بیا، برو با یه فردی از خانوادت بیا، مترجم بیار. اما یعنی چی؟ شاید من خواهم از همون فرد شنوا شکایت بکنم.
اینو باید متوجه داشته باشن. خیلی از ناشنواها چون نتونستن درست دفاع کنن از خودشون یا دسترسی نبوده، اشتباه هم به زندان انداخته شدن. به طور کلی امکانات برای ناشنوایان تو ایران افتضاحه. همین که زندگی ناشنوایان که جزء گروه LGBT هستن خیلی دردناکه. ناشنواها خیلی تحمل میکنن. زندگی در ایران براشون یعنی که من آدم بی‌ارزشی هستم. به نظر من وقتی نگاه کنم زندگی ناشنوا و شنوا رو، همه چیشون یکیه، فقط این که ناشنواها نمیشنون. بیشتر بچه های ناشنوا بیشتر بچه های دنیا میان، خانواده شنوا نمیشناسه، نمیشن راجع به ناشنوایان و در مورد ازدواجشون دخالت میکنه، میگن با ناشنوا ازدواج نکن، نظر که بچه این ناشنوایی دیگه به دنیا بیاد و این توهین به جامعه این ناشنواست. من ناشنواییمون رو دوست دارم، دوست دارم نسلمون آدم ها پیدا بکنن، دوست دارم تعداد ناشنوا زیاد باشه، اما تو ایران همه فکر میکنن که میخواییم که ناشنوایی رو از بین ببریم با کاشته حل از اون باچه‌های مختلف. مدارس ناشنوا دارن روز به روز بسته میشن، بچه های ناشنوا رو میفرستن مدرسه شنوا و خب این خیلی سخته برای یک ناشنوا بر لحاظ ارتباط با بچه های شنوا. همیشه احساس تنهایی میکنن و خیلی ها مجبور شدن که مدرسه رو ترک کنن. من واقعا نگران جامعه ناشنوا در ایران هستم، چه جوانها، چه کودکان و چه نوزادانی که ناشنوا به دنیا میان، اونا بیگناه هم قربانی میشن. امروز که خیزش انقلاب زنان شروع شده، من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. ما 44 سال سکوت کردیم، سکوت، تحمل و دیگه بالاخره یک جایی تموم میشه و یک جایی ما اعتراض کردیم. زنان همیشه تبعیض رو تجربه میکنن. دوچرخه سواری ممنوع، موتور سواری ممنوع، هر کاری میخواییم بکنیم خانم های شنوا خیلی به مانه برمیخورن. شما به خانم ناشنوا بکنیم، مشکلات خیلی زیاده. امیدوارم که به زودی جمهوری اسلامی در کنار بشه. امیدوارم که جامعه ناشنوا بتونه پیشرفت بکنه. من اومدم ترکیه، 6 ساله که ترکیه هستم، پناهنده هم. وقتی میخوام مقایسه کنم ترکیه رو با ایران، بله ترکیه خیلی بهتره، امکانات زیادی داره، ما اپلیکیشن مترجم آنلاین داریم، این راه دسترسی ما رو فراهم میکنه و خدمات دیگه. اما من چون تو ترکیه زندگی میکنم، از نظر قانونی من خیلی مسئله دارم، چون من پناهنده هستم، پناهنده سازمان ملل، اما توجهی به من نمیشه، توجهی به معلولا نمیشه. خیلی آدم های زیادی برای پناهندگی اینجا آمده و پرونده هاشون طول کشیده، برای منم 6 سال طول کشیده، خیلی طولانیه. من خیلی منتظرم، بی خبرم از وضعیت پرونده. من خیلی هدف های زیادی داشتم، این که برم کشورهای دیگه درس بخونم و ناشنوا ارتباط بگیرم، اما نشد. این وضعیت پناهندگی من در ترکیه مسئله است. ایران شرایط خیلی بدتر بود، من فرار کردم از اینجا، ولی تو ترکیه این مشکل رو هنوز دارم. ممنونم از توجه همتون و این صدای من نیست، صدای مترجمه، ازش ممنونم. خدا نگهدار. از توبا پرسیدیم که توبا جان چجوری در جریان اخبار و گزارشات مربوط به اعتراضات درون ایران قرار میگیری وقتی اکثر رسانه ها زیرنویس استفاده نمی کنن؟ پاسخش رو میشنوید، یا بهتر بگم میبینید و حساش رو به نظر من خیلی عمیق‌تر درک میکنید. ناشنوایان ایران خیلی تو مسائل سیاسی مشارکت ندارن. خب چرا؟ به خاطر اینکه اطلاعات بیشتری در مورد مسائل سیاسی ندارن، عمیق نیست. ناشنواها وقتی تو خانواده شنوا بزرگ میشن، هر چی مسائل راجع به سیاست باشه یا مثلا مربوط به دولت باشه و سوال میکنه از خانواده و خانواده، چون حوصله نداره توضیح بده یا زبانش رو بلد نیست، تنها چیزی که میگه اینه که راجب سیاسی حرف نزن، خطرناکه و این بین ناشنواهای دیگه هم منتشر میشه. یعنی وقتی مثلا من ناشنوا دارم به دوستم در مورد مسائل سیاسی صحبت میکنم، بهم میگه که
حرف نزن و مسائل سیاسی خطرناکن و اینا و جلوی منو میگیره. نه اصلا سیاست خوب نیست، در حالی که خب من دارم در واقع راجب حقوق من خودم صحبت میکنم و حالا توی مدرسه هم همینطوره، یعنی در واقع توی مدارس معلمای ما نتونستن آموزش بدن راجب مسائل سیاسی، حالا هستن ناشنوه هایی که تحقیق میکنن عمیق میشن توی حوزه سیاست که اطلاعات بیشتری به دست بیارن و بتونن مشارکت سیاسی داشته باشن و خب در واقع اگر هم بخوان که مثلا بچه های ناشنوای دیگر رو در واقع تشویق بکنن که به تظاهرات دارن یا مشارکت داشته باشن یا تو انتخابات کاری انجام بدن، خب آیا این ناشنواها دستگیر بشن؟ آیا مرتعدم در اختیارشون قرار میگیره؟ آیا این امکانات در اختیار ناشنواها قرار میگیره که متوجه بشن راجبه این که چه اتفاقی داره توی دادگاه میگذره یا تو جلسات بازجویی؟ ممکنه یه وقت اشتباه جمله رو متوجه بشن و خب در واقع باعث بشه که اعدام بگیرن یا در واقع حکم زندان بیشتری بگیرن. و اینکه خب از اون طرف هم متوجه در واقع بی‌طرف نیست تو ایران، در واقع حکومتی هستن و خب ممکنه که این باعث بشه که توی فرآیند ترجمه خطا داشته باشه. به خاطر همین تو ایران خیلی ناشنواها فعالیت سیاسی ندارن، اما ناشنواهایی که مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه بعد ویدیو زیادی میذارن و راجب مسائل سیاسی روشن میکنن آدمها رو و ایرانیها مثلا فقط ویدیو رو تماشا میکنن و خب هستن کسایی که در واقع باعث تهدید میشن، تهدید میکنن کسایی که ویدیو رو میسازن و خب این خیلی سخته چون دسترسی نیست. و سوال آخری که ازش پرسیدیم این بود که هیچ کدوم از کسانی که مدعی رهبری یا تحلیل بقایا هستن هیچ اشاره‌ای به میلیون‌ها نفر از افراد دارای معلولیت نکردند. شما از چه طریقی میتونید خواسته‌هاتون رو به اونها تحمیل کنید و چگونه میشود مشارکت سیاسی افرادی همچون خودت رو تضمین کرد در آینده؟ هر اتفاق سیاسی که رخ بده، حالا چه مثلا دزدی شده باشه، یه مشکلی پیش بیاد یا تظاهراتی باشه، ناشنوایان خیلی دیر به متوجهش میشن، خیلی دیر به گوششون میرسه. شنوایان اینجوری نیستن، چون اخباری که توی توییتر هست، نمیدونم مقالات، روزنامه ها، اینا همه کتبی هستن، زبان فارسی هستن و ناشنوا خیلی تسلط به زبان فارسی ندارن و خب حالا چه میدونم شبکه های مختلفی مثل بی بی سی، ایران اینترنشنال و اینها هیچ کدوم زیرنویس ندارن برای ناشنوایان، مترجم نذاشتن برای ناشنوایان و خب این همه توی جلسات مختلف گفتگو میشه، بحث میشه راجع به آینده جمهوری اسلامی، راجع به حالا مکتب های فکری و سیاسی متفاوت و خب ناشنوا به هیچ کدوم از اینا دسترسی نداره. ناشنوایان در واقع در خطر جانی و مالی قرار بگیرن از نظر جمهوری اسلامی و خب ناشنوا همش دنبال مترجم هستن و در واقع شنواهایی که در واقع کدا هستن اونا لزوما مترجم نیستن، مترجم تخصصی نیستن، از کداها یعنی بچه های در واقع شنوایی خانواده ناشنوا ازشون درخواست میکنن که برامون ترجمه بکنن و برنامه های مختلف سیاسی رو و خب اونها قبل زحمت میکنن و نه که درست بخواد ترجمه بکنه یا حرفه‌ای و خب این طبیعیه بخاطر اینکه درسشون نخونده و بعضی در واقع این برنامه هم هر روز همیشگی نیست، خب ایشون وظیفه‌ای نداره، ایشون لطف داره میکنه یا اینکه افراد ناشنوا از بچه های خودشون میخوان که اینو در واقع این چی میگه اینو بر من ترجمه کن یا مثلا دوستانشون یا از اعضای فامیلشون و همچه باید به دنبال کسی باشن التماس کنن که خواهش میکنن کمک کنین و بر من ترجمه کن این چی میگه. و خب بعضی از مترجمایی هم که خب خارج از ایران هستن دوست ندارن دوباره ترجمه کنن چون برای اونها هم خطرناک میتونه باشه، بنابراین من فکر میکنم دسترسی خیلی مهمه و مشکل اصلی ما نداشتن دسترسیه. من خودم کامل از اخبار خبر ندارم،
کامل نمیدونم راجع به این مسائل. مثلا تو فضای توییتر خیلی‌ها هستن که توی اسپیس در واقع جلسات زیادی میذارن و صحبت میکنن به صورت صوتی و ناشنواها خب به اونها هم دسترسی ندارن، شنواها ما رو فراموش کردن و هیچ ابزاری برای ناشنوایان ساخته نشده. اینجوری نیستش که در واقع مثلا بتونن واضح بگن آخه این فلان، ولی الان حتی اگه تو ظاهرشون نمیدن راجع به ناشنوایی چه حسی دارن، از درون در واقع این باور رو دارن که آخه ناشنوا چقدر آخه چرا اینجوری، و باور نمیکنن که مثلا یه ناشنوایی میتونه لزبیان یا گی باشه و اینطوری. و خب این مشکل فرهنگی و آموزشی ما هست که نسل در نسل در جامعه ایرانی این مسئله وجود داره و اینا همه خب بعد تقصیر دولت هستش که آموزش ها در بین جامعه شنوا و ناشنوا صورت نگرفته، فرهنگ سازی در مورد تفاوت های در واقع جسمی و جنسی وجود نداره. به طور مثال مثلا من وارد مغازه میشم و از فروشنده میخوام که چون من ناشنوا هستم میشه برام بنویسی، و این خب رفتار بعدی به من نشون میده و میگه ای بابا ولم کن، و من خب خیلی ناراحت میشم و به بر میخورم. توی خارج از ایران اینطوری نیستش و خب چون که خیلی تنوع‌های انسانی رو دیدن و میدونن که هر گروهی نیازش چیه، مثلا در برخورد با ناشنوا برام مینویسن، یا اینکه اگه باز هم از طریق نوشتن مثلا متوجه نشدن دغدغه اینو دارن که حتما این دسترسی کامل فراهم بشه، مثلا با مترجم تماس بگیریم. و ولی توی ایران من این رفتار رو ندیده بودم و این مشکل از این جامعه ناشنوا در واقع در گروه LGBT هستش، افسردگی میگیرن، انزوا، و این خیلی ناراحت میکنن. مطالبات ما ناشنوایان چیه؟ ما مهمترین چیزی که ناشنوایان احتیاج دارن مترجم هست و دسترسی کامل. برای مثلا دولت باید برای مترجم هایی که برای ناشنوایان وجود دارن در بخش های مختلف و جمله بیمارستان ها، دادگاه ها و حالا مؤسسات مختلف مترجم در نظر بگیره و برای ما ردیف شروع و یک پایگاهی در واقع درست باشه که مترجم ها 24 ساعت اونجا باشن، روی شیفت باشن و درآمد داشته باشن. متاسفانه اصلا زبان اشاره در ایران به رسمیت شناخته نشده و مترجم هایی که ما داریم به دنبال اون در واقع مترجم های آموزش دیده نیستن و بیشتر مترجم هایی که الان تو ایران هستن افراد کردها هستن که صرفا خانواده ناشنوا دارن و زبان اشاره بلدن و آموزش ندیدن که اصول ترجمه چجوریه، اصول اخلاقی ترجمه چجوریه و امانتداری و غیره، و اینکه بر اساس در واقع این نیاز ناشنوا باشه. نه اینجوری نیستش. مثلا ممکنه این امانتداری در ترجمه وجود نداشته باشه، یعنی اینکه این اطلاعاتی که در واقع از فرد ناشنوا در جلسات ترجمه به دست میارن میتونن به اعضای دوستاش، خانواده و دوستاشون بگن و بی‌طرفانه نیست. امیدوارم که در دولت جدید وقتی زمانی که جمهوری اسلامی میره افراد ناشنوایی که در واقع توی کشورهای مختلف آموزش دیدن، تجربه داشتن، باشن در تیم در واقع ناشنوایان ایرانی و بتونن آموزش بدن که چگونه ما این مسئله در واقع آموزش مترجم داشته باشیم، چگونه این دسترسی کامل در همه سیستم ها فراهم بشه. من خودم به شخص نگران در واقع کودکان ناشنوا هستم. سالانه تعداد زیادی کودک ناشنوا به دنیا میاد در ایران و متاسفانه این سیستم آموزشی ایران خیلی خوب نیستش و در واقع مدارس ناشنوا بسته شدن. بچه ها به سمت اینکه حتما کاش بشن و از صحبت بکنن، گفتار داشته باشن، هول داده میشن. معلم های آموزشی اصلا شرط لازم برای استخدامشون زبان دونستن زبان اشاره نیست و همیشه بر اساس روش گفتاری پیش میره. درس به طور کامل انتقال داده نمیشه. مثلا من خودم تو اینجور مدارس بودم، این معلم ها رو داشتم و دسترسی کامل به مواد آموزشی بر ما فراهم نیست و من میخوام که این سیستم آموزش ناشنوا عوض بشه. و شما فکر کن که مثلا مشابه در مدرسه‌ای هستش که زبان اشاره رو نمیدونه، فرهنگ ناشنوا رو نمیشناسه، و خب من بخوام باهاش صحبت بکنم راجع به این مسئله‌ای که بتونم حلش بکنم، خب اوکی، هیچ راه ارتباطی بین من و ایشون برقرار نمیشه. و به طور کلی من فکر میکنم که مترجم در همه سیستم ها باید وجود داشته باشه و امیدوارم که در دولت جدید ما تیم در واقع ناشنوا ما تلاش میکنیم برای اینکه ما سیستمی داشته باشیم که مترجم باشه، معلمان ناشنوا برای کودکان ناشنوا آموزش کاملی بتونن فراهم بکنن،
به خصوص کودک ناشنوایی که در خانواده شنوا به دنیا میاد، خب خیلی سخته برای خانواده شنوا که بتونه با بچهش ارتباط بگیره. این 7 سال طول میکشه تا بتونه وارد جامعه ناشنوا بشه و آموزش ببینه، ولی دیگه خیلی دیره برای در واقع یادگیری. از کودکی هیچ ارتباطی با خانواده نداره و این در واقع ما باید یه تیمی داشته باشیم که خانواده شنوا آموزش ببینن، از زمانی که بچه ناشنوا به دنیا میارن زبان اشاره یاد بگیرن و ارتباطشون با کودک کامل باشه. درسته که این بچه ناشنوا نمیشنوه، ولی همچنان از چشمش منتظره که این آموزش ها رو دریافت بکنه. ممنون، مرسی از توبا. و در قسمت بعدی برنامه من فکر کنم که شنیدن یا دیدن صحبت‌های توبا احتیاج داره آدم واقعا تهنشینش بکنه، برای اینکه شاید برای اولین باره که کسی دقیقا از همون دهه 80 ها با ما داره صحبت میکنه و اگر حضوری بود طبیعتا برای همه ما بهتر بود و میتونستین سوالاتتون رو طرح بکنین و امیدوار بودیم که جوابهایی که میشنویم ما رو به فکر واداره، به این که به این فکر بکنیم که چندین گروه دیگه هستن که ما تا به حال صداشون رو نشنیدیم. چه کسانی هستن که تا به حال بهشون فکر نکردیم و چه کسانی هستن که تا حالا هیچ جا فرصت بیان خودشون رو نداشتن. نمونه توبا که ازش تشکر میکنم که چنین فعالانه با صبر و حوصله هم پاسخ سوالات ما رو داد و هم با خوشدلی در واقع در این اجلاس حضور پیدا کرد. نفر بعدی که میخوام حضورتون معرفی بکنم طاهر سجادی هستش. طاهر سجادی متولد 1371 و دانش آموخته رشته جامعه شناسی از افغانستان است. او در سمنان ایران به دنیا آمده است و تقریبا 12 ساله بود که به افغانستان بازگشتند. حدود 8 سال است عضو نهاد برابری اجتماعی زنان افغانستان است و در این نهاد در مورد موضوعاتی چون حقوق کودکان، حقوق جامعه LGBT پلاس، بدن و بلوغ و آزار جنسی زنان و کودکان، نظام آموزشی و حق آزادی عقیده فعالیت میکنه. در این سالها طاهره تلاش کرده است تمرکز بیشتری در مورد آموزش حول آزار جنسی زنان و کودکان، اسلامگرایی و حقوق زنان داشته باشد. اکنون 1 سال است که او در سوئد زندگی میکند و عضو شبکه زنان سوئد نیز هست. طاهره جان خواهش میکنم میکروفون در اختیار شماست. سلام به همه. بسیار خوشحال هستم که امروز اینجا هستم و خیلی سپاسگزار هستم از اینکه فرصت رو در اختیار من قرار دادیم که صحبت کنم اینجا و اجلاس زنان اقلیت و بهاشی رانده شده یکی از در واقع میتونم بگم که برنامه هاییست که به نوع خودش بسیار ارزشمند هست و رادیکال هست و از طرف دیگر تلاش بسیار موثری هست برای صداهای شنیده نشده. من در رابطه با مهاجرت صحبت میکنم و ارتباطش با مسئله در اقلیت بودن و تلاش میکنم نگاهی داشته باشم به ساختار سیستمی که عامل این هست و چگونه الگوهای رفتاری و در واقع این ارتباطهای اجتماعی بر اساس این سیستم تبعیض شکل میگیره. پدر مادر من زمانی که 4-5 ساله بودن به ایران مهاجرت میکنن و من به هم در شهر سمنان به دنیا آمدم و مدرسه رم تا اول راهنمایی در ایران خواندم. روایت ما از مهاجرت در واقع میتونم بگویم که کاملا سیاه و کاملا سفید نیست. قطعا آن کسی که سرزمین خودش را ترک میکنه برای دستیابی به وضعیت بهتری به سرزمین مقصد و کشور مقصد میره و در کنار اون که انتظار داره که شرایط بهتری برایش داشته باشه، اما خب همه گزینه ها ممکنه برایش وجود نداشته باشه. اما آنچه که در تجربه من از مهاجرت مشهود بود تجربه در اقلیت بودن و در واقع این
دیگری بودن ملموس بود، در کنار اینکه شرایط بسیار خوبی هم برای تحصیل به وجود آمد و از همه مهمتر مسئله امنیت. آنچه که در مهاجرت ما نقش مهمی داشت مسئله نزدیکی جغرافیایی، مسئله مذهب و زبان بود برای خانواده‌های ما که ایران را به عنوان کشور مقصد انتخاب کردند. اما با چند تصویر میشه لطف کنین تکنیک این مشکل رو برطرف بکنین؟ خیلی ممنون. ما با چند تصویر در واقع میخواییم کمی بحث خود را واضح تر بکنم. اما بیاد دارم که یک روز با پدرم در تاکسی نشسته بودیم، راننده با پدرم صحبت میکرد و در بین سوالش پرسید که آقا شما اهل افغانستان هستیم؟ و پدر گفت نه، من اهل مشهد هستم. و در ذهنم یک کودک آمده بود که چرا پدرم دروغ میگه، ما که اهل افغانستان هستیم. و ایره چند بار دیگر از زبان مادر بزرگم که ما بیبی میگیم شنیدم، چون که یک بارم رفته بودیم فروشنده گفت مادر جان اهل افغانستان هستی؟ گفت نه، من اهل مشهد هستم. و در ذهن من کودک آمده بود که چرا پدر من بیبی من دروغ میگن. و من جواب این سوال رو در مدرسه پیدا کردم، وقتی که خودم دست زدم به انکار خودم به عنوان اینکه من اهل افغانستان هستم، چون بسیار خجالت میکشیدم بگم که من اهل افغانستان هستم و اصلا دوست نداشتم بگم همکلاسیای من یا مثلا دوستان من بفهمن، یا مثلا ناظم و مدیر مدرسه تجربه من اینطوری بود که خیلی تحقیرآمیز رفتار میکردن در دوران ابتدایی، برعکس دوران راهنمایی که مدیر و ناظمی داشتیم که من هرگز چنین رفتارهایی را از اونها ندیدم. یک روز ناظم آمد، کلاس چهارم بودم، گفت که کسایی که افغانی هستن بیاین اداره. من بلند نشدم، گفتم اگه ساکت بشینم بالا خط میشم میره. خب بعد آمد گفتش که طاهره سجادی. گفتم بله. گفتم اگه افغانی نیستی؟ گفتم چرا هستم. گفت پاش بیا برو اداره، مدیر تو رو کار داره. رفتم خب بر برگه و مثلا اطلاعاتی که بخشم اینا لازم آمده. وقتی که برگشتم یاد من که من اینجوری این سرم خم بود، خیلی گفتم ایداد بیداد الان همه فهمیدن دیگه چیکار کنم بعد از این. خلاصه سخت بود، اما معلم بسیار هوشیاری داشتیم که صحبت کرد، فضا رو آرام‌تر کرد و در واقع سعی کرد که این احساس برای من به شکل دیگه با همدلی درستش بکنه. این تجربه در واقع چند تا سوال در ذهن من میاره که چرا وقتی بزرگترها مثلا برخورد متفاوتی داشتن به عنوان مهاجر با من، چرا همسن و سالای من هم اینطوری بودن؟ مثلا وقتی که فهمیدن من اهل افغانستان هستم، دوستان صمیمی من در کلاس پنجم برای چند هفته مرا کنار گذاشتن. اینا سوالاتی است که در واقع ما را راهنمون میشه به این که بریم به سراغ سیستمی که این تبعیض‌ها را داره به وجود میاره و چگونه است که در مدرسه خودش به عنوان یکی از بخش‌هایی که مربوط میشه به نهاد مهم آموزش و پرورش که سهم داره در تولید و بازتولید الگوهای رفتاری و اجتماعی و از طرف دیگر روند اجتماعی شدن را به عهده داره، این تجربه در ذهن یک کودک مهاجر به این شکل داره اتفاق میفته و در واقع این تحقیر در نظام آموزشی وجود داره. و این تنها مسئله کودک مهاجر نیست، هر آن کسی که در اقلیت هسته در سیستم آموزشی با این مشکل مواجه هسته. و به همین دلیل من صحبت خود از مدرسه از مکتب شروع کردم، به دلیل تأثیر بسزایش در بازتولید این الگوها و رفتارها. اما از طرف دیگر اگر بگذاریم از الگوهای رفتاری و سیستم آموزش و پرورش، در بخش رویکرد دولت با دو مثال میخوایم این مسئله را واضح بکنم. یکی در رابطه با مسئله بزهکاری و مهاجرت هستی که در واقع با مسئله سوء استفاده که در مهاجران برای جنگهای نیابتی شده بود. در بخش بزهکاری اصولا این مسئله محدود به ایران و این و رژیم ایران نمیشه. در واقع مسئله مهاجرت خود مهاجر گزینه ای هست برای اینکه دولت ها ناکارآمدی خودشان را در بحث اقتصادی، در بحث سیاسی، در بحث بازار کار و به خصوص مسئله جرایم و بزهکاری ارتباطش میدن با مهاجرت و این گونه و به این گونه روی ناکارآمدی خودشان انگشت میگذارن، ببخشید روی ناکارآمدی خودشان
پرونده‌ای میکشن که مسئولیت اصلی متوجه اونها نشه. به طور مثال خفاش شب در واقع مثالی هست که برجسته میکنه بی‌مسئولیتی دولت را در برابر اینکه چگونه با بزهکاری مواجه میشه و چگونه بستر را برای بزهکاری به وجود میاره و از طرف دیگر از این تبلیغاتی که علیه مهاجرت میشه به نفع خودش استفاده میکنه تا بتونه این مسئولیت مهمی که بر دوشش هست را قبول نکنه و از طرف دیگر بندازه به عهده مهاجر. اما در مسئله جنگ های نیابتی هم مسئله لشکر فاطمیون را داشتیم که تا قبل از اون و چگونه دین و مذهب که البته خود دین به عنوان یکی از عناصر مهم در دیگری سازی هست استفاده میشه در جهت تحریک مسائل مذهبی و مهاجر از این وضعیت متاثر میشه به این شکل که تا قبل از اون برخورد دیگری با مهاجر بود، اما زمانی که لشکر فاطمیان تشکیل میشه در واقع تبلیغات گسترده‌ای میشه و وعده های زیادی برای دادن امکانات میشه. البته لشکر فاطمیان به مسئله تازه نیست، چون ما قبل از اون فدایان خمینی را داشتیم که در جنگ ایران و عراق در واقع سهم داشتن در این مسئله. اما مسئله این است که دادن وعده ها بخشی از اونها به دلیل مسئله مذهبی بودن و قطعا که عقیده و شیعه بودن مسئله داشته اینجا برای کسانی که از افغانستان به سوریه رفتن. اما مسئله دیگر بود اقتصادی بوده، برای کارگری که روزانه 50-60 هزار تومان درآمد داره وقتی که برایش حرف از 400 دلار در ماه میزنن 600 دلار در ماه میزنن قطعا یعنی که تو در یک وضعیت باثبات اقتصادی قرار میگیری و این دلیلی میتونه باشه برای اینکه تو برای جنگ مدتی بری مسئله تابعیت و تو در واقع به شکل بهتری باشه و تایید بشه که خب بسیار از این بعدها هم اتفاق نیفتاد. من اینجا میخوایم صحبت خود خلاصه بکنم که در سیستمی که خودش عامل تبعیض هسته امکان نداره که در واقع چه اقلیت مهاجر چه هر اقلیت دیگر حقوقش تضمین باشه و الان مطالبه گری برای اصلاح وضعیت در واقع هیچ تأثیر نداره و با از بین رفتن تمام این سیستم فساد و این رژیمی که در واقع باسولید کننده تمام این تبعیض و سیستم هسته بحث بهبود وضعیت مهاجران هم میتونه در فردای نابودی این رژیم مطرح بشه. خیلی سپاسگزارم. تو جان شما صحبت کردین از این که بخش فکر کنم بخش خیلی کمی از تجربیاتی که در ایران داشتین بدون این که به تجربه کردیانم پدر مادر و کل خانوادتون ازش رنج بردن. فکر کنم همه مایی که در آلمان زندگی میکنیم و طعم مهاجرت و تبعید رو چشیدیم میفهمیم اگر اون برخوردها یک بار به اون شکل سیستماتیک و گسترده نه به عنوان موضوعی که افرادی دارای گرایشات راسیستی باشن برخورد بکنن و غیره اگر به اون شکل صورت میگرفت چه اعتراضاتی اینجا شکل میگرفت. آیا شاهد سازماندهی و اعتراضی از سوی مهاجرین افغانستانی در ایران بودی علیه این موضوع حتی در بین خودشون؟ یه دوم دارم میخواد قبل از این که در واقع پایان بدی به صحبتت اشاره بکنی به این که تأثیر این خیزش انقلابی در ایران که موضوعش موضوع زنه، موضوعی که در افغانستان بسیار مهمه، حضور طالبان در قدرت قبل از اون تمام سالهای گذشته شما این تجربه تلخ رو داشتیم، فکر میکنی که چقدر مهمه و چقدر این همبستگی بین زنان دو کشور، بین نیروهای مترقی دو کشور میتونه در فرایند سیاسی افغانستان تأثیر گذار باشه؟ در سالهای ابتدایی که در واقع موج مهاجرت ها شروع شد به خصوص بعد از حمله شوروی سابق به دلیل اینکه وضعیت نسبت به اکنون شاید کمی بهتر بوده این مطالبه گری و این پرسش در واقع به این شکل مطرح نبود. اما مسئله اینجاست که هر گونه تجمع و اعتراض سازماندهی شده در ایران نه تنها برای مهاجرین که برای تمام کسانی که معترض هستن محدودیت های بسیار زیادی داره. حتی در اعتراض اخیری که به خاطر نسل‌کشی هزاره ها در ایران توسط مهاجرین اتفاق افتاده بود دولت برخورد بسیار شدیدی کرد و تعدادی از اونها را بازداشت کرد و یا حتی از ایران اخراج کرد. اما
شکل‌های دیگری از این پرسشگری و مطالبه‌گری را در قالب ادبیات ما داشتیم که ادبیات مهاجرت به این مسئله پرداخته و از طرف دیگر کنش‌های در بیرون از ایران به این مسئله پرداخته، چه از سوی کسانی که اهل افغانستان هستند و چه کسانی که اهل ایران هستند، و مسئله مهاجرت در این سالا به پرسشگری تبدیل شده. اما امکان یک سازماندهی تشکیلاتی در داخل ایران به دلیل محدودیتی که همه ما میدانیم، البته تا جایی که من اطلاع دارم به شکل سازمانی وجود نداره، اما اعتراضات بسیار زیادی شده، به خصوص برای حق آموزش. کسانی که در حوزه آموزش کار میکنن خواهان پایان دادن به این تبعیضات در به خصوص در زمان ثبت نام در مدرسه هستن و اتحادیه‌های تشکیل شده، چه کسانی که از افغانستان هستن، چه کسانی که از ایران هستن، و به صورت اشتراکی روی این مسائل دارن کار میکنن. و در رابطه با سوال دوم، زن زندگی آزادی در واقع صدایی است که ما رو به همدیگه وصل میکنه، چون داستان ما هم هست. ما مرزی رو داریم، مرز جغرافیایی داریم، ولی ما تاریخ مشترک داریم. و در واقع وقتی که زن زندگی آزادی میشه و تمام این صداهایی که در کنار این شکل گرفته، صدای ما هم هست. من که تجربه زندگی رو دارم در برابر تمام این تبعیضها و این دیگری ها در افغانستان، شعار در ایران نترسید نترسید ما همه با هم هستیم سر داده شد. بعد از آمدن طالبان در کابل دختران گفتن نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. زن زندگی آزادی در کابل سر داده شد در مقابل سفارت رژیم جنایتکار ایران، و در واقع این به این معناست که ما وقتی که اعتراض میکنیم خود در داخل این جریان میبینیم. و زن زندگی آزادی یکی از پیام‌های بسیار مهمش این داره که زنان اکنون فعالانه برای مشارکت سیاسی سهم گرفتن و یکی از بزرگترین رخدادهایی هست در تاریخ مبارزات زنان به خصوص در خاورمیانه که برای سرنگونی یک نظام رادیکال‌ترین حرکت به وجود آمده. و من فکر می‌کنم که ارتباط بین مبارزات زنان و ایران آنقدر نزدیک شده که در واقع ما سازماندهی داره میکنیم، برنامه های مشترک را و از همدیگه الهام میگیریم. پیام ها، این ترانه های اعتراضی که داره در واقع منتشر میشه، دختران در داخل افغانستان وقتی که مجبور هستن صورت خود با ماسک بپوشانن، میبینیم بک‌گراند صدا یک ترانه اعتراضی است که در انقلاب زن زندگی آزادی ساخته شده و این نمادی از همبستگی هست و اینکه ما در برابر این رژیم دشخیم با همدیگه در کنار همدیگه هستیم. ممنونم، مرسی برای جان. خیلی ممنونم. سخنان بعدی ما نسیم عزیز هستن، نسیم زلفی از گروه فمینیستا از برلین. من گروه فمینیستا رو فکر می‌کنم معرف حضور اکثر شما هست، ولی معرفی می‌کنم که 23 روز بعد از قتل ژینا امینی و آغاز خیزش، گروه فمینیستا چادرهای خودشون رو در برابر دفتر مرکزی حزب سبز آلمان در برلین برپا کرد. فکر می‌کنم بسیاری از شما از طریق رسانه‌ها در جریان این اخبار قرار گرفتیم. این گروه سیاسی با تحسن 80 روزه خودشون روبروی این دفتر، خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی و کاهش روابط دیپلماتیک آلمان با این رژیم شدند. این گروه از طریق اجرای پرفورمنس های هنری و فعالیت های خود از مردم ایران حمایت میکند و تلاش میکند مسائل انقلاب ایران را به جهان منتقل کند. نسیم به عنوان یکی از اعضای فمینیستا دعوت ما رو پذیرفتن و امروز اینجا هستن. علت این که میبینین در پوستر اسمشون ذکر نشده، متاسفانه ناهمانگی در زمانی بود که ما پذیرش دعوت از سوی ایشان را دریافت کردیم. به همین دلیل زمین عذرخواهی از گروه فمینیستا، خوشحالیم که بدون توجه به این حاشیه‌های ریزی که اشکالاتی که در برنامه میتونه پیش بیاد با فروتنی در این برنامه حضور پیدا کرد. ممنونم، بفرمایید. سلام به همگی، من به نمایندگی از فمینیستا اینجا. راستش وقتی من برای صحبت، یعنی تصمیم گرفتم که تو این جلسه صحبت کنم، چیزی که از همه بیشتر نظر من رو به خودش جلب کرد قرار گرفتن این کلمه زن کنار مفهوم به حاشیه رونده شدگی توی
عنوان این نشست بود. در واقع امروز دیگه برای همه واضحه که جمهوری اسلامی همیشه مراقبه که اشکال مختلف تبعیض توی جامعه ایران پابرجا بمونه تا بتونه کامیونیتی ها و هویت های مختلف رو در برابر همدیگه قرار بده. در واقع جمهوری اسلامی نمیخواد که مردم و گروه ها همدیگه رو ورای کلیشه ها بفهمن. برای همینه که با راه اندازی یک مکانیزم فرادست و فرودست ما رو در برابر همدیگه قرار میده و ما رو تبدیل به سرکوبگر همدیگه میکنه، مثل شیعه در برابر سنی، تهرانی در برابر شهرستانی، کرد در برابر ترک و گروه های دیگه. اما جمهوری اسلامی تو مواجهش با مسئله زن توی ذهنیت ارتجایی خودش گیر افتاد و با تبعیض شدید و غیر قابل تحملی که به زنان تحمیل کرد، خشم واحدی رو تونست به تمام نقاط کشور تزریق بکنه. تبعیض علیه زنان برخلاف تمام اشکال دیگه تبعیض مردم رو از هم منزوی میکنه، یک بستری رو فراهم کرد که مردم رو به هم وصل کرد و باعث شد که درک موقعیت فرودستی و به حاشیه رونده شدگی رو برای همه مردم ممکن کنه. در واقع انقلاب زنانه هم از توی همین فهم مشترک و درک مشترک به وجود اومد و تونست مردم صدها شهر ایران رو برای ماه‌های متوالی توی بستر مبارزه قرار بده تا جایی که جمهوری اسلامی رو به آخرین سنگر خودش یعنی دستگاه نظامیش عقب برونه. این انقلاب موفق شد که در ظرف فقط چند روز تمام رشته‌های جمهوری اسلامی رو برای جداسازی مردم ایران، اتمیزه کردن مردم ایران پنبه بکنه و این انقلاب نه تنها تونست به پراکندگی فرادستان و به حاشیه رونده شدگان توی دولت نفتی اسلامی خاتمه بده، بلکه یک آلترناتیو خیلی قدرتمند علیه اسلامگرایی و ناسیونالیسم، چیزی که امروز ما نگرانشیم برای آینده ایران. اینجا ولی دوست دارم از یک زاویه دیگه با همدیگه به مفهوم انقلاب نگاه کنیم. انقلاب فضاییه که توی اون برای ساختن یک ویدیوی 30-40 ثانیه بی کیفیت با تصاویری که دائم میپرند و یک صدای گنگ با بدترین نور هزاران ساعت زمان مصرف میشه. موقع دیدن یک ویدیوی کوتاه از تظاهرات 150 نفره توی یکی از شهرهای ایران باید حواسمون به این نکته باشه که آدما توی اون لحظه تصمیم نگرفتن توی اون مکان باشن. این تظاهرات حاصل ساعتها راه رفتن مردمیه که تو یک شهر اشغال شده، تو یک مکان اشغال شده، تو یک کشور اشغال شده، گشتن اون فضای خالی رو از آن خودشون کردن که کنار هم قرار بگیرن، با هم دیگه فریاد بزنن. یک ویدیوی 30-40 ثانیه‌ای که وقتی که ما توی خارج از کشور موقع اسکرول کردن گوشیامون یا اونو میبینیم یا اونو نمیبینیم، حاصل کیلومترها دویدن مردم توی میدون جنگ واقعی جمهوری اسلامیه. من یادم نمیاد که ویدیویی از اعتراضات توی ایران دیده باشم که مردم با همدیگه دعوا میکنن، همدیگه رو کتک میزنن، یا اینکه انقلابیونی که برای هم مرزبندی میکنن، یا اینکه دعوای ایدئولوژیک میکنن. خیلی از ما قبلا شانس اینو داشتیم که تو تظاهرات ها شرکت بکنیم توی ایران. تمام چیزی که میدیدیم این بودش که انقلابیون با همدیگه همکاری میکردن، به همدیگه کمک میکردن و علیه جمهوری اسلامی میجنگیدن. ما باید یادمون باشه که مادر انقلاب که به ما زنان، به حاشیه رونده شده ها، به اتنیک ها، به تحت ستم ها، به کسایی که خستن فرصت بروز و ظهور داده. شاید بد نباشه ولی تا ابد دوام نخواهد داشت. شاید بد نباشه گاهی به خودمون یادآوری کنیم که اگر بخواید وظیفه حل تمام مشکلات سیاسی و اجتماعیمون رو به دوش انقلاب بندازیم و انتظار داشته باشیم که همه بازیگران درک ما رو از سیاست بپذیرن و خط قرمزا و مطالبات خودمون رو همه جا به پیش‌شرط تبدیل کنیم، در واقع داریم به انقلابی که در بستر اون خودمون امکان بروز و ظهور پیدا کردیم ضربه میزنیم. ضرورت فوری و اخلاقی سقوط جمهوری اسلامی رو متوجه نشدیم و از همه مهمتر به خالقان عزیز این ویدیوهای 30-40 ثانیه‌ای وفادار نیستیم. ممنونم.
مرسی نسیم جان. شما بعد از یه دوره حملاتی بهتون صورت گرفت از سوی بحشه گرنت که به نظر میاد مدافعین جمهوری اسلامی بودن یا حتی اگر ایرانی هم نبودن ولی از مدافعین نظام بودن و حمله کردن، تعدادی اونجا مجروح شدن، بعد خود حزب سبز هم موضع گرفتن. دلم میخواد بدونم که فکر کنم برای دوستان عزیزم جالب باشه بدونن که موضع حزب سبز ها در مقابل این اتفاقاتی که جلوی دفترش داشت میافتاد چی بود و چی شد که شما تصمیم گرفتین تحصانتون رو خاتمه بدید؟ حضور ما اونجا یک مقدار آزاردهنده بود برای حزب سبز. ما اول قرار بود که تنها فقط یه هفته اونجا بمونیم، ولی بعد از اینکه بازخوردها رو دیدیم تصمیم گرفتیم مقاومتمون رو به حزب سبز نشون بدیم، برای اینکه بگیم که ما سر مطالبهمون که اخراج سفیر و بستن سفارت بود سر این هستیم و میمونیم و با بارها باشون مذاکره کردیم. ولی این اتفاق، حمله هایی که به ما از طرف اسلامیستا که حالا مشکوک به ارتباط با جمهوری اسلامی بودن هست، برای اینا خیلی ناگوار بود، به خاطر اینکه ضربه اینا اولین دفعه هستش که تو قدرت هستن حزب سبز و برای وجهه اونا خیلی به وجهشون آسیب میزد. همونطور ما بعد از اینکه این اتمام این تحصن رو داشتیم، رأی حزب سبز خیلی کم شد نسبت به گذشته و واقعا ضربه زده شد، به خاطر اینکه ادعاهای فمینیستی و ادعای فمینیستی که آنا دنا بربک میکرد هیچ کدومش واقعی نبود و همش تو خالی بود. دلیل اینکه تموم کردیم تحصن رو به خاطر اینکه این تحصن قرار نبود تا ابد ادامه داشته باشه. ما گروه فمینیستا رو بر حول یک پروژه سیاسی فارغ از اختلافاتمون شکل دادیم، برای اینکه به پروژه ژینا، برای اینکه به انقلاب ژینا کمک کنیم و من فکر کنم 80 روز برای نشون دادن این مقاومت کافی بود و متاسفم. دستون درد نکنه. مرسی. خسته نباشید. میگم سخنان بعدی ما باز حضور نداره، اما این عدم حضورها پایان خواهد یافت در بخش بعدی برنامه، به جز فاطمه پیشدادیان عزیز که آنلاین حضور پیدا خواهد کرد، یعنی به صورت زنده با شما صحبت خواهد کرد. طاهره دانش رو داریم، کنشگر بهایی که الان ویدیو پیامش رو پخش میکنیم، قرار بود حضور پیدا بکنه، متاسفانه به دلیل مشکل کاری امکان سفر برای آخر هفته رو ازش سلب کرد. طاهره دانش دارای دکترای حقوق است و در زمینه حقوق بشر، سیاست‌گذاری و آموزش مقالات و تحقیقاتی منتشر کرده است. تمرکز او بر افزایش حقوق اجتماعی اقتصادی در نهادهای خصوصی و غیر دولتی است. او به طور مشخص علاقمند به کار در زمینه جوانان گروه‌های به حاشیه رانده شده و جوامع اقلیت است. او کارآفرین اجتماعی است و از طریق United Nations Global Compact Principles حمایتگری فعالیت میکنه. من خواهش میکنم که ویدیوی طاهره دانش رو پخش بکنم. صحبتی نمیشد به اون صورت و به هیچ عنوان اون فشارهایی که جامعه باهایی داشتن تحمل میکردن در موردش بحث نمیشد، بلکه خیلی ها این دید رو داشتن که نه، باهایی ها خیلی هم آداشون خوب و جزوی از دولت هستن و خیلی کارهای مختلف، اما اطلاع نداشتن که در حقیقت قانون ایران و محدودیت هایی که سیستم دولتی ایران برای باهایی ها داشت چی بود و چطور بود. بعد از انقلاب که اتفاق افتاد، باز هم چون اون روح و شور انقلابی اون زمان در بین تمام ایرانیان بود، حتی افرادی که مدرن بودن، حتی افرادی که سکولار بودن، حتی افرادی که به قول ما تحصیل کرده و پیش رفته بودن،
تعدادشون خیلی زده باهایی شدن و خیلی اون کلمات، اون افکاری که افرادی که مسئول تشکیل دادن دولت جمهوری اسلامی بودن رو شما در بین ملت هم می‌دیدید و بنابراین این یک مقدار خیلی زیادی مسئله ساز بود و اون پالیسی ها، اون قوانینی که دولت ایران در رابطه با باهائی داشت رو خب خیلی هاشون مردم معمولی انجام دادن، مثلا تخریب و یکسان کردن با خاک خیلی از جاهای مهم تاریخی مقدس جامعه باهائی که اگر شما توجه بکنین این فقط برای ایرانیان نیست، این برای میلیون ها باهائی که ایرانی نیستن از دور بر دنیا این براشون مقدسه و ما ایرانی ها به خودمون این اجازه دادیم که به حرف یه ملای یا یه کسی که یه چیزی گفته بود این در این پروسه های تخریب و مصادره و باهایی زدن و باهایی کشتن و باهایی دستگیر کردن همراه باشیم. اما خوشبختانه چون اون تهمت هایی که به جامعه باهایی زده می شد الان دیگه به همه ایرانی ها داره زده می شه و این تدریجاً بوده در طی 43 سال گذشته، خب همه فهمیدیم که این حرف ها هیچ پایه‌بنایی نداره و بنابراین من یادم نمیره در سال 88 که اگر شما به خاطر داشته باشین یکی از بزرگترین تظاهراتی که در غرب تهران انجام شد، یادمه که مردم با همدیگه میگفتن، شعار میدادن باهایی حمایت میکنیم. و برای من این که زندگی شخصیم و زندگی عزیزانم، 5 تن از عزیزانم که اعدام یا روبوده شدن و یا پدر و مادر خودم و زندگی خودم و خانواده خودم که کاملا مصادره و از بین رفت و زندانی و شکنجه و همه جور چیز درش بود، برای من اون لحظه در تاریخ ایران، لحظه به قول معروف تیانمن سکویر مال چین در ایران اتفاق افتاد که یک دفعه اتحاد ما شکوفه کرد و بعد از اون بود که در جوامع ایرانی چه در غرب چه در ایران من شخصا این رو تجربه کردم که دیدگاه و عکس العمل هموطنان عزیز من در رابطه با جامعه باهایی خیلی خیلی بهتر شده، به حدی که الان شما اجازه دیدید که من در بین شما باشم و صحبت بکنم و دعوت کردین که من بیام، که البته بسیار متاسفم اونجا باهاتون نیستم، اما این فرق‌های بهبودهای بسیار مهم بعد از 17 18 دهه داره اتفاق میفته و برای من این یکی از بزرگترین به زبان انگلیسی میگن litmus test، این یکی از بزرگترین آزمایش‌های نشان دهنده استقرار یا آغاز استقرار آزادی و دموکراسی در جامعه ایران است. از طاهره عزیز پرسیدیم که طاهره جان آیا فکر میکنیم که جامعه ایرانی به مسئولیت خودش در مقابل این همه بی‌عدالتی و تبعیض پاسخ مناسب رو داده یا نه؟ جوابش رو میشنیم. در رابطه با آینده دموکراسی و جامعه باهایی در ایران، البته بازم عرض کنم این نظرت شخصی منه با عنوان محقق، اونطوری که تاریخ ایران نشون میده، مخصوصا تاریخ معاصر ایران، نقشی که من همیشه دیدم و گفتم ایران در منطقه و در جامعه بین المللی داشته این هست که ایران به دلایلی از دید اجتماعی و تاریخی خیلی از مفاهیم رو دوباره داره تعریف میکنه و در حقیقت مرکز دنیای جدید، مثل همونطور که در دنیای قدیم امپراتوری روم یک نقش بسیار مهمی رو در استقرار دموکراسی داشت،
من فکر کنم که ایران از اواسط قرن 19 هم نقش بسیار مهمی رو در تغییر و بهبود مفهوم دموکراسی داره ایران میکنه، نقش بسیار مهم. و در این رابطه من فکر میکنم که مثلا شما الان نگاه بکنین وقتی که این حرکت اجتماعی اخیر در ایران شروع شد، خب و در حقیقت دنبال عدالت بودیم و میخواستیم عدالت خانه شروع کنیم که داشته باشیم و عدالت و دسترسی به عدالت هم در قلب اکوسیستم جامعه باهائیه. برای من فکر میکنم که اینطوری که ما داریم پیش میریم شاید راهی باشه که جامعه باهائی بتونه بیشتر خدمت بکنه به جامعه ایران، چون ما به هر حال الان 180 خورده میدونیم تقریبا 18 دهه هست که ما این در جامعه باهائی این تشکیلات رو داشتیم، انتخابات رو انجام دادیم، افراد از جوامع مختلف از ممالک مختلف با هم دیگه در یک محفل شورا نشستن، کار کردن، خدمت کردن، رفتن، افراد دیگه اومدن. اصلا ما میدونید به طور کلی میگم خیلی خیلی چیزای جالبی ممکنه در اون قسمت جامعه باهایی باشه که شاید بشه ازش استفاده کرد به عنوان یکی از مدل ها و یکی از الگوهایی که شاید در اِوولوشن در پیشرفت دموکراسی در جامعه ایران کمک بکنه. و مزیتش هم برای این خواهد بود که خب این سیستم از قلب جامعه ایران شروع شده، چون جامعه باهائی به هر حال دیانت باهائی از شیراز شروع شده، از نور شروع شده، از تهران شروع شده. به همین دلیل محلی بودنی داره در رابطه با فرهنگ ایرانی که شاید بتونه بیشتر به ما خدمت بکنه. اما میگم یکی از الگوهایی هست که ما الان در دنیا میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، ولی امیدم این هستش که حداقل بهش نگاهی بندازیم. و سوال آخرمون از طاهره عزیز بود که وقتی یک جامعه رو در حد نیستی و نابودی یک نظامی داره پیش میبره، مقاومت چه شکلی صورت میگیره؟ راه‌های مقاومت به چه صورته؟ در رابطه با مقاومت ببینید از همون اول انقلاب یکی از کریتیسیزمایی که جامعه باهائی می‌شد، یکی از خرده‌هایی که به جامعه باهائی گرفته می‌شد که چرا شما باهائی‌ها نمی‌آیید با ما توی تظاهرات، چرا شما نمی‌زنید، چرا شما نمی‌کشید، چرا شما نمی‌آیید فعالیت‌های سیاسی بکنید. و این دلیلش اینه که اصلا فلسفه باهایی فرق داره. فلسفه باهایی به زدن و جنگیدن هیچ ربطی در حقیقت نداره. اون مال زمان جنبش بابیت بود. وقتی که دیانت باهایی شروع شد اسلحه به دست گرفتن یا جنگیدن من شد. جهاد در جامعه باهایی در فلسفه باهایی فقط جهاد به نفس هست. اصلا این چیزا در جامعه ما وجود نداره. برابر این اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که اون نیرویی که اون انرژی اون تمرکزی که در جامعه باهائی ایجاد شد به خاطر اون بدبختی هایی که به سر ما داشت میومد از طرف دولت ایران، البته چون ما یه جامعه یک پارچه‌ای هستیم، اون چیزی که به سر باهائی در ایران میومد دردی بود که همه باهائی‌هایی که از آفریقا و نمیدونم جزایر پاسیفیک و اروپا و آمریکا و استرالیا اینا اصلا همه با همین رو ما احساس میکردیم. و در حقیقت در اوج اون بزن بزنهایی بر علیه جامعه باهائی، رهبریت بین المللی جامعه باهائی که میشناسیم بیت العدل اعظم بیانیه‌ای صادر کرد در سال 1362 و گفتن که الان وقت این اومده که ما این نیرو و این انرژی فشارهایی که به جامعه باهائی هست رو ما این رو تمرکزش رو بذاریم برای پیشرفت از طریق پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی. و در حقیقت دفتر بین‌المللی پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی آغاز شد، مستقر شد. و از اون سال شما یک دفعه می‌بینید که صدها و هزارها بیمارستان و مدرسه و یتیمخونه و
خانه سالمندان و مرکز جامعه و نمیدونم حالا بریم جاده بسازیم، حالا بریم مزرعه را بندازیم، چجوری با زنانی که بی‌بضاعت هستن کار بکنیم، چجوری بتونیم حق رسیدگی به مثلا حق تغذیه، حق مسکن، اینا رو چجوری با جوامع مختلف او هر جای دنیا که شما الان نگاه بکنین باهایی دارن خدمت میکنن، نه برای خود جامعه باهایی بلکه برای جامعه کلی. بنابراین از سال 1362 که میشه 1983 میلادی، The Office for Social and Economic Development، Office of Social and Economic Development شروع به کار کرد و الان هم خیلی بیشتر توسعه پیدا کرده و در حقیقت در development هر چی که بیشتر بدبختی سر جامعه باهایی در ایران بیاد، مطمئن باشیم که جامعه باهایی چندین برابر اون قدرت و منابعش رو میذاره که بتونه در پیشرفت و دسترسی به حقوق اصلی انسان ها، سوسیو اکنامیک رایتس، رایت تو فود، رایت تو ایژوکیشن، رایت تو شلتر، رایت تو هلت و رایت تو ورک، ما در این بهش میگن پازیتیو رایتس خیلی فعال هستیم برای همه. و بنابراین مقاومت از دید باهایی مقاومت سازنده هست. البته که اون چیزی که بی عدالتی هست که بر سر جامعه باهایی میاد، تشکیلات باهایی به طور رسمی افرادی که مسئول اون کارها هستن از طرف باهایی اینترنشنال کمیونیتی که حتما شما دیدین در سازمان ملل متحد مسئولیت به خصوص دارن، میان و اطلاعاتی که کاملا ازش مطمئن هستن و چک کردن رو به طور رسمی با سران امور در میون میذارن. اما بقیه ما که مثل بنده افراد معمولی جامعه باهایی هستیم، وظیفه‌مون اینه که هر موقع میبینیم بلایی سر ما داره در ایران میاد، به همونقدر اگر نه بیشتر خدمت بکنیم به جامعه‌ای که درش هستیم، سواد آموزی بکنیم، کمک به سالمندان بکنیم. این کانسپت مقاومت هست در جامعه باهایی و دلیلش هم این هست که همونطور که ما در اشعار ایرانی سالها خوندیم، فکر میکنم همه باش آشنا هستیم با اون بیت که تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. بنابراین ما آمدیم که ما به معنی افراد باهایی وظیفمون متحد کردن دنیا هست، وظیفمون خدمت به دنیا هست، وظیفمون عشق ورزی به دنیا هست و این کار رو از راه زندگی شخصی خودمون کاملا هر جایی که باشیم وظیفمون هست که داریم. حالا شاید نیه کسی مثل من زیاد به درد نخوره، اما وظیفم هست که تمام فشارهایی که به عزیزانم در ایران میاد، چه باهایی چه غیر باهایی، بر ما هیچ فرقی نداره، به همون قد خدمت بکنیم و خودمون رو در راه خدمت بگذاریم. البته به افتخار طاهره دانش و من اینجا بگم که یکی از پرکارترین آدم هاییست که میشناسم و میگه که در جایی از صحبت شرکت گفت که من کسی مثل من شاید به درد نخوره، فکر میکنم تجربه بسیاری از کسانی که دکتر طاهره دانش رو میشناسن این باشه که هر جایی که فعالیت مثبتی بوده اثری از ایشون در محل زندگیش یا جای دیگه بوده. من اجازه میخوام که آخرین سخنران این بخش از پنل رو حضورتون ملکا زر ملکا زر دانش آموخته شیمی و مدیر رسانه و روابط عمومی ششرنگ شبکه لزبیان ها و ترنسجندر ها میباشد. او فعالیت خود را در حوزه حقوق بشر اقلیت های جنسی و جنسیتی از سال 2019 آغاز کرد و به عنوان کنشگر این حوزه به صورت آشکارا فعالیت میکند. او با آگاهی رسانی در شبکه های اجتماعی در مورد جامعه LGBT پلاس، سعی در عادی سازی روابط همجنس، روابط دو همجنس و آموزش خانواده ها در جامعه در مورد حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی از طریق تولید محتوا و در این مورد
از طریق تولید محتوا در این مورد را دارد. از سابقه فعالیت های او در برلین، همکاری با کالکتیو زن زندگی آزادی در جریان انقلاب ژینا و تظاهرات تاریخی 22 اکتبر در برلین و بنیانگذاری گروه کویرهای ایرانی برلین برای قدرتمند کردن پناهجویان کویر تازه وارد به شهر در برخورد با مسائل آغاز زندگی در کشوری جدید و پیوند بین گروه‌های اجتماعی متفاوت برای تقویت روابط پناهجویان را نام برد. از مینیکا زر خواهش میکنم سخنرانی شده. مرسی شادی جون. سلام عرض میکنم خدمت تمام حضار. ممنون که تشریف آوردین. بسیار بسیار جبی که الان اینجا وجود داره یه ذره منو احساساتی کرده واقعیت، به خاطر اینکه اتحادی که حداقل من فکر میکنم باید شکل بگیره اتحادی از این جنس، اتحادی که نقطه مشترکش بشه رنجهایی که ما کشیدیم و حفظ رسمیت دادن به اون منحصر به فرد بودن این رنج ها. اگر کسی از رنجش صحبت میکنه به این معنی نیستش که رنج دیگری رو میخواد زیر پا بگیره و فضا باید برای تمام ما وجود داشته باشه که بتونیم از رنج هامون حرف بزنیم. من میخوام خیلی کوتاه متنی که آماده کردم برای امروز رو بخونم. امروز که خدمت شما هستم 6 ماه و 10 روز از قتل ژینا که نامش رمز انقلابمان شد میگذرد. 6 ماه گذشته که دیگر هیچ کداممان زندگی عادی نداشتیم. کنشمان با خشم و امید عجین شد و در مبارزه انسجامی بر اساس درد مشترک پیدا کردیم. در این ماه ها تک تک من جایگاه من را در پیشبرد این مبارزه پیدا کردیم. چه در ایران و چه در خارج از ایران فریاد ژن ژیان آزادی سر دادیم. 1 اکتبر در تظاهرات سراسری در برلین، وقتی که برای گفتن چند کلمه از نقشمان به عنوان جامعه LGBT در انقلاب و اتحاد روی استیج رفتم، تعریف متفاوتی از اتحاد که امروز سعی در تحمیلش به ما دارند در ذهنم بود. آنجا که فریاد اتحاد در مقابل جمهوری اسلامی را سر می دادم، پرچم 6 رنگ LGBT در جمعیت امیدم را پررنگتر از همیشه کرده بود. چه زیبا بود تنوع و تکثر، دوستی و احترام. 22 اکتبر در مقابل نزدیک به 100 هزار نفر برای حقوقمان به نمایندگی بخشی از این جامعه LGBT به روی صحنه فریاد زدم. دموکراسی در ایران هرگز محقق نخواهد شد مگر با رعایت و به رسمیت شناختن حقوق تمام گروه‌های به حاشیه رانده شده، اهم از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی و عقیدتی، افراد دارای معلولیت و هر فردی که به واسطه هویتش و آنچه که هست در جمهوری اسلامی با تبعیض و سرکوب مواجه می‌شود. من هم به عنوان عضو کوچکی از شبکه 6 رنگ، عضو کوچکی از جامعه LGBT، صحبت با صدای بلند از مطالبات آنان را در کنار حضور مستمر در تجمعات و اعتراضات و کنش‌های انقلابی تنها دغدغه و دلیل جاری بودن خون در رگ‌هایم پیدا کردم. می رفتیم و فریاد می زدیم که ما هستیم. ما نه تنها در این انقلاب حضور داریم، بلکه این بار بر علیه مگوهای جامعه سخت روی گرفتن حق حیات و زندگی با کرامت انسانی و در امنیت ما را با صدای رسا فریاد می‌زنیم. سرمست و با اراده سرسخت در مبارزه بودیم که شادی امین، جایزه مشاهده پذیری لزبیان‌ها که برای سالها فعالیت و مبارزه برای حقوق اعضای جامعه را کسب کرده بود، به نیکا شاکرمی و جانباختگان انقلاب که فرصت زیستن در آرامش و رفاه و صلح را از دست داده بودند تقدیم کرد. ناگهان تلخی و ستیز این جامعه خودش را به بدترین شکل به جامعه LGBT نشان داد. آنجا بود که فهمیدم نه تنها لزبیان بودن مطابق با معیارهای بیرحم این جامعه نیست، بلکه زن بودن به تنهایی برای حذف و سرکوب و مقابله با تو کافی است. یکی از جملاتی که مدام تکرار می شد این بود: دامن قهرمانمان را لکه‌دار نکنید. به نیکا فکر می کردم، به خودم، به هزاران هزار فرد مثل خودم در ایران. چه شد که آن همه استقبال تبدیل به این تاریکی شد؟
ناگهان به جایگاه شهروندان درجه چندم نزول کردیم. تمام رویای آزادی ما وعده به برابری به قعر جهنم سقوط کرد. دوباره احساس ناامنی و سرکوب تمام وجود ما را فرو گرفت. فرا گرفت. از طرف ستیز با این جامعه با بدترین شکل و رکیکترین انفاز و از طرف دیگر سرکوب ما در فضای واقعی و مجازی و انتقال مطالبات ما به قعر جدول و اساس اولویت بندی های جامعه اکثریت عرق سردی بر پیشانی امیدوار ما نشاند. اما گرمی در کنار هم جنگیدن به من نشان داد این پایان راه نیست. این حمله ها تمام زندگی ما با ما بوده. ما را همواره قوی تر و مصمم تر کرده. ما بر اساس دردی مشترک به هم نزدیکیم. ما جامعه LGBT پلاس مطالبات ما را شناختیم. افراد LGBT در خیابان های ایران با پرچم LGBT مطالبات خودشون رو به روشنی فریاد زدند. جامعه LGBT سال هاست متمرکز و متشکل با وجود تمام خطرها برای حقوقش می جنگد. امروز در نقطه هستیم که تعیین این مرز به صورت روشن و شفاف قدمی الزامی در تعیین مرز با جنایت است. به خیابان آمده و در جای جای این کره خاکی با پرچم رنگین کمانی حضور ما را در این انقلاب ثبت کردیم. همراهی گروه‌های سرکوب شده و به حاشیه رانده شده و اتحاد بر علیه تداوم سرکوب ما و مقابله با هر عاملی که انقلاب زن زندگی آزادی را از مهمترین آرمانش که اتحاد گروه‌های تحت ستم و سرکوب در جمهوری اسلامی است نقطه اشتراک و اتحاد ماست. ما در این راه پیروز می‌شویم. به مسیرمان ادامه می‌دهیم و به آن ایمان داریم. از شما دعوت میکنیم با ما همراه شوید. ما با صدای بلند اعلام میکنیم در این انقلاب شریکیم. الان وقتش است که از حقوق ما صحبت کنیم. نمیگذاریم مگو بویان مطالبات ما را عقب برانید. سرکوب و نگاه های برتری جویانه را باهاش مقابله میکنیم. ما دست در دست هم صدی در برابر تضییع حقوق ما میسازیم. هر اتحادی که بخواد حقوق جامعه هایی که به حاشیه رونده شدن در ایران رو زیر پا بگیره از نظر ما دیگه برای این جامعه کار نمی کنه. پس امروز که ما اینجا نشستیم میتونیم با تمرکز بر درد مشترکمون اتحاد و همبستگی رو بسازیم که صدامون از همیشه بلندتر باشه. مرسی. در صورت ها گفتی که خیلی امیدوار شده بودیم، شور و هیجانی بود، اتحادی بود تو ایران، فضای خروش یک جمعیتی بود و آدمهایی بود، جوانهایی بود که ترس و ریخته بودن زیر پاشون و جلو می رفتن. اشاره کردی به یک چرخشی که با در واقع حملات توی فضای مجازی و نگرانیشون از این که قهرمان ما نیکا که همه شما میدونین، برای من تصویرش اینجا هست، نیکا شاکرمی، سارینا، مهرشاد و بسیاری از این بچه ها ویژگی هایی دارن که ما رو به خودش جذب کرد. ما نتونستیم از ویدیوهاشون چشم برداریم، دائم گرفتار لحظات زندگیشون شدیم و باهاشون با اون ویدیوها عشق ریختیم. کامنتارو گوشن کلامی راجع به کیان پیر فلک ننوشتن. تمام کسایی که اینو میشن نگفتن چرا نیکا از حق رفتن به مدرسه محروم بود. و دل تو داری میگی شکست و یا احساس کردی همه جا. فکر میکنی کجاست اون جایی که ما میتونیم با جامعه گفتگو کنیم، بگیم یه مقدار تعامل داشته باشن؟ کجا تونستی خودتو از این
استیصال، ناامیدی، هر چی که اسمشو میذاری در میاری، چی کمکت کرد؟ چون من فهم میکنم که بخشی از جامعه حمایتگر بود، بخشی از جامعه ایستاد پشت شما و اونجا جاییه که باید شما رو قوی بکنه، یا هیچی نمیدونی؟ کجاست؟ فقط قدرت خودتونه؟ نه خب قاعدتاً پشتیبانی بخشی از جامعه خیلی کمک کرد به من، به طور مشخص میخوام صحبت بکنم از خودم، خیلی کمک کرد که بتونم دوباره این خشمم رو ازش استفاده بکنم. یعنی در حقیقت خشمی که از سالها سرکوب بوده و همراه شد با ناامیدی بعد از این اتفاق، پشتیبانی بخشی از جامعه به من کمک کرد که بتونم ازش استفاده بکنم. چطور این اتفاق افتاد؟ من با خودم فکر کردم و دیدم که خب ما داریم بر علیه جمهوری اسلامی و جنایتاش میجنگیم. اگر که باز بخوایم فضا بدیم به سرکوب یک جامعه و ما عقب بشینیم، دوباره شاهد یک دیکتاتوری دیگه خواهیم بود، دوباره شاهد سرکوب بخش اعظمی از جامعه خواهیم بود. به خاطر همین من خودم به شخصه به خودم اجازه ندادم که دوباره عقب بشینم. خیلی از اعضای این جامعه هم فکر میکنم دیگه به اینجا رسیدن که نمیخوان بذارن هیچ کس دیگه براشون نه تصمیم بگیره، نه بخواد بترسونتشون و با ترسوندن فضا رو ازشون بگیره. و این دوتا پیوند، یعنی پیوند جامعه پشتیبان و تلاش خود جامعه LGBT به نظر من میتونه بر این نفرت و این خشمی که، یعنی در حقیقت بیرحمی که این جامعه داره به ما روا میداره غلبه بکنه. حضور شما در تظاهرات معروف 23 اکتبر برای خود من، فهم کنم اونجوری ایستاده بودم وقتی شما بچم رفتی بالا، احساس کردم که سالها زحمت شماها و بسیاری دیگر قبل از ما، پیشینیان، و حتی احساس کردم جای کسی مثل فرخزاد خالی است که ببینه در یک چنین فضای جامعه جیبیتی رسما اجازه حضور پیدا میکنه. فکر میکنی که برای آینده ایران چه چیزی میتونه این تفاوتها رو در واقع هم نشون بده، برجسته بکنه، به رسمیت بشناسه و هم روحش رو برد؟ شما چی فکر، یعنی مطالباتی که دارید یا اون منشوری که مد نظرتونه کجاست و چگونه میتونه متحقق بشه؟ ببینید شادی جون، مسئله که وجود داره اینه که ما اگر که بنای یک تغییر رو بذاریم رعایت حقوق بشر، میتونیم به این مطالبات برسیم. جامعه LGBT چی میخواد؟ جامعه LGBT میخواد بتونه در امنیت و برابری زندگی بکنه. خیلی ساده است. بر اساس اولین چیزای حقوق بشر، ما باید بتونیم حق حیاتمون رو پس بگیریم. جامعه LGBT باید بتونه آزادانه در جامعه زندگی بکنه بدون اینکه بخواد از عشق ورزیدنش، از بروز عشق ورزیدنش بپریزه. خواهش می‌کنم اگه سوالی دارین در حد سوال مطرح بکنین از هر سه سخنان عزیزمون که اینجا حضور دارن، طاهره سجادی عزیز، نسیم زلفی عزیز و همینطور ملیکا زر، و بعد استراحت خواهیم داشت و بعد از اون بلوک بعدی خواهد بود که دوستان عزیزمون اوزی اوزر، مینا خانی، سلماز شایلان و فاطمه پیشدادیان سخنرانی خودشون رو ارائه خواهند داد. خواهش میکنم میکروفون رو در اختیار دوستانی که سوال دارن بذارین که بتونن سوالات شما، ردیف سوم دست راست. دوستانی که سوال میکنن هم سوالشون رو محدود بکنن به لحاظ وقتی، همین که اسم خودشون رو بگن که بتونیم تنظیم بکنیم. پاسو کنم. مرسی میکروفون دارید به من. ما خیلی اتفاقی توی این همایش شرکت کردیم و البته خیلی خوشحالیم که شرکت کردیم. ما برای کنفرانس دیگه ای تو برلین اومده بودیم. خوشحالم که اتفاق افتاد. این رنگ کمانی که من دارم میبینم واقعا برام خیلی جذابه. خیلی خوشحالم اومدم به دعوت دوستانم اینجا. من خیلی خوشحال میشم بدونم نظر شما در مورد این منشوری که یکی از دوستانمون خانم موسوی توی کلن فکر میکنم یا فرانکفورت دادن در مورد زنان چیه؟ و آیا شما به عنوان یک جامعه به حاشیه رانده شده از زنان و رنگین کمانی ها با اتنیک های متفاوت، آیا این جای خالی رو میبینین که یک منشوری در این بحبوه انقلاب داده بشه و خواست ما هم به عنوان کسانی که به حاشیه رانده شدن دیتیل و دقیق بیان بشه، به جامعه ارائه داده بشه یا نه؟
سوال از کس خاصی هست؟ نه، از همه دوستان هست و میخوام فقط این اولویت رو ببینم، آیا براش قرار کاری بکنید یا اینکه فقط اینجا یک همایشه که فقط ما این سه اطلاعات میدیم و بسته میشه؟ مرسی. آیا این سازمانده اتفاق میفته؟ مرسی. سوال بعدی میخواییم سوال رو جمع بکنیم بعدن جواب. این ترکیبی که میبینین الان اینجا نشستن انتخابی هستن، آدم هایی هستن که رعایت وقت رو میکنن، سوال نمیکنن. خیلی خوبه، مرسی واقعا. اجازه بدیم پس این سوال رو جواب بدن دوستان، هر کدوم که میخوان. میخواییم با شما شروع کنیم تایر جان؟ یا میخواییم؟ خب من ترجیح میدم که در این مورد چیزی نگم، چون اطلاعات بهتر دوستان حتما دارم. شما هر کدومتون میخواییم بفرمایید. تعارف زیاده؟ اینم یکی از موسم دوران انقلاب دیگه. دوران انقلاب من که 57 رو تجربه کردم و تمام دوستانی که یه مقدار چند تا موی سفید دارن و تو جمعیت هستن و این تجربه رو دارن میدونن که دوران دادن هاست، دوران گذشتن هاست و فکر کنم که این رویه که اینجا میبینید هم متأثر از همون فضاست. در پاسخ به سوال دوست عزیزم که اولا خیلی خوشحالیم که شما اینجا تشریف دارید و امیدواریم بازم ببینیمتون آگاهانه در جلسات مشابه که در آینده هم تشکیل خواهد شد حضور داشته باشین. من نگاه خیلی مختصری اتفاقا به مقدمه فقط چیزی که مهمش عزیز نوشته بوده انداختم، ولی اون نوع منشور رو میشناسم. من شخصا فکر میکنم این رو نظر شخصیم هستش، فقط برای اینکه بحث رو تا حدودی پاسخ داده باشیم، من فکر میکنم منشور میبایستی حاصله جمع در واقع اعتقادات و آراء تشکل‌هایی باشه که با درون هم اگر قرار خارج نوشته بشه به عنوان پشتیبانی و یا اگر قرار است داخل نوشته بشه مثل آنچه که ما شاهدش بودیم، به نظر من منشوری که اومده بیرون میتونه مبنایی برای تمام بحث‌ها باشه و نیازی نیست ما ده‌ها گروه و منشور و غیره بیاریم و در یک رقابتی قرار بگیریم که جملات منشور ما الان خیلی جوابگوتره. از یک مبنای اگر شروع بکنیم که من فکر می‌کنم منشور حداقلی 20 تشکل این مبنا رو در اختیار ما می‌گذارن و اگر روی اون پایه‌گذاری بکنیم، مطالباتی اگر می‌خوایم اضافه بکنیم با همین دوستان مطرح بکنیم، اونها هم تشکل‌های دیگری بهشون پیوستن. در واقع ما وقتی میگیم 20 تشکل داریم در ابتدای کارشون رو میگیم و فکر می‌کنم تشکل‌های بسیاری از اون منشور دفاع کردن و یه مقدار همراهی در این که ما از در واقع گیج سری جلوگیری بکنیم، منشور یک، منشور دو، منشور سه میتونه مانع از این بشه که آدم ها خسته بشن و در خود این منشور دادن ها ما شاهد پراکندگی بشیم. برای همین من فکر میکنم که منشور 20 تشکل رو خوب هستش که به عنوان مبنا، خود این دوستان هم گفتن مطالبات حداقلی است، تاکید میکنم روش، خود این دوستان گفتن ضعف داره با عجله نمیشه شد، خود این دوستان گفتن با توجه به فضای امنیتی داخل ایران امکان بسیاری از مباحث و تعمیقش وجود نداشته، ما میتونیم این کار رو بکنیم، کمک بکنیم، پیشنهادامون رو ارائه بدیم. فکر میکنم دسترسی هست به کانالهایی که این منشور رو پخش کردن و خواهش منم اینه که در واقع توی بحثای امروز و بحثایی که در آینده هم ما خواهیم داشت طبیعتاً به مفاد چنین منشوری و چنین اقداماتی برخورد بشه و بتونیم در این رابطه حرکت شایسته رو انجام بدیم. فکر میکنم تا حدی که در توان من بود پاسخ دادم. اگه نکته‌ای هست شما می‌خواید بگید. نسیم جان شما. من فقط می‌خواستم اینو بگم که دقیقاً همین مسئله که شما گفتید مبنای منشور زنان لیر و اسمیف ها باشه، یعنی دیتیل بره تو اون زخمه. من فکر میکنم که پس اجازه بدین این رو یه مقدار کامل تر بگم. ببین ما فکر نمی کنیم که مسئله زنان حل می شود مادامی که مسئله در واقع ستم طبقاتی هم وجود داره، ولی برعکس فکر نمی کنیم که با حل ستم طبقاتی مسئله زنان حل خواهد شد. ما فکر میکنیم ستم ملی و اتنیکی رابطه مستقیمی با نوع و فرم ستم جنسی داره. در واقع ما این سه ستم رو در به عنوان سه لایه خیلی نزدیک به هم و
در هم تنیده میدونیم. برای همین اگر منشوری قرار باشد مطالبات صرفا جامعه زنان و زنان به حاشیه رانده شده رو طرح بکنه، بسیار خوب است که این رو به عنوان داخل کردن در دل منشوری که تمام مطالبات اجتماعی رو طرح میکنه ببره و از این جنبه در واقع باز دوباره طرح پیشنهادات مشخص تکمیل کردن این بخش و بسیار بسیار موفقیت بزرگی هستش که این 20 تشکل در درون جامعه ایران در جایی در آمریکا ننشستن با یه دونه سنجاق سینه رنگین کمانی ها، در داخل ایران صحبت از جامعه LGBT میکنه. خیلی ممنونم از زحمتی که شما دارین تلویزیون ایرانیان برلین میکشین برای پخش این برنامه و اطلاع رسانی به دوستانی که امکان نداشتن. از همه دوستانی هم که دارن میبینن و امکان حضور در سالن رو دارن خواهش میکنم که بیان اینجا دیداری تازه بکنیم و بتونن در این بحث ها به صورت زنده شرکت بکنن. سالن ورکشاپ در کلتورن سابق هستش و امیدوارم ببینیمتون. اما در مورد این برنامه طبیعتاً ما تلاش کردیم که بیشترین طیف گروه‌های به حاشیه رانده شده رو دعوت بکنیم. همونطور که ملاحظه کردید تمام سخنران ما، یعنی 13 سخنران خودشون رو زن تعریف میکنن در وهله اول. بخشی از جامعه LGBT اینجا حضور داره، از جامعه ناشنوایان، یعنی کسی از افراد جامعه‌ای که دارای معلولیت هستن و تا کنون اساسا صحبتی ازشون نبوده دعوت کردیم، از جامعه بهایی حضور داشتن اینجا، از مهاجرین افغانستانی که در ایران تجربه مهاجرت داشتن و صحبت کردن. اینه که تمام تلاش ما این بوده که زنانی که با داخل رابطه دارن، تجربه زیست معینی دارن که تبعیض‌ها رو تجربه کردن، بتونن این مسائل رو با هم در میون بذارن. طبیعتاً این متفاوت است با آنچه که ما شاهد نوعی از آلترناتیو سازی در خارج از کشور هستیم که به شدت میتونه باعث نگرانی جامعه ایران باشه. میبینیم که اعتراضاتی که در ایران هر روزه در خیابان‌ها جاری بود تا حدودی امروز از اون شکلش خارج شده. شاهد اعتصابات کارگری بیشتر هستیم، شاهد این هستیم که بحث ها منشورهایی تولید میشه، منشور 20 تشکل سیاسی از داخل ایران که زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان همه درش دخیل بودن. اینا نشون میده که جامعه داره میره به سوی اینکه تعمیق بکنه نظراتش رو در رابطه روی کردش، در رابطه انقلاب آتی، نتایجش و شکل حکومتی که خواهانش هست و پرنسیپ ها و اصولی که باید رعایت بشه در نظام آتی. اینکه دیگران نظام آینده ایران رو به در واقع تعیین اینکه جمهوری باشد یا مشروطه سلطنتی کاهش میدن نگران کننده است. طبیعتا هر شکل نظامی که باشه، که قطعاً مشروطه سلطنتی مورد نظر من نیست، اساسا من با هر گونه روندی که مردم رو از داشتن حق انتخاب و حق عزل محروم بکنه مخالف هستم و به این دلیل فکر میکنم که بسیار مهم هستش که اقشاری که تا کنون صدا نداشتن در حکومت آتی بتونن صدا داشته باشن، بتونن مشارکت فعال داشته باشن، جامعه به دست خود افراد اون جامعه هدایت و رهبری بشه. ما در سال 30 تلویزیون ایرانیان هستیم. شما بارها جلوی دوربین تلویزیون ایرانیان بودین. فعالیتون در آینده در برلین چجوری است؟ خب به قول معروف میگن که آره ما هستیم. مادامی که این جامعه در تکاپو هست، مادامی که جمهوری اسلامی سر کار هست، حتی پس از اون. ببینید اساسا جامعه درگیر شدن با سیاست کلان، درگیر شدن با سیاست حاکم همیشه بخشی از کار سخت سیاست هست و اگر حتی فردا دموکراسی نسبی هم در ایران حاکم بشه، مطمئناً گروه‌های اپوزیسیون میتونن کمک بکنن به کنترل تثبیت این دموکراسی و من فکر می‌کنم که جای ما همیشه اونجاست. من در اپوزیسیون جمهوری اسلامی به طور فعال شرکت داشتم، خوشحالم که بسیاری از شما رو حضوری دیدم. طبیعتاً بعد از این هم مادامی که این مطالبات و حقوق ما به در واقع نتونسته به
اجرا گذاشته بشه نتونستیم بهش دست پیدا کنیم، فعالیت ما ادامه داره، مثل خیلی از شما که در این 30 سال همراه ما بودید. خواهش میکنم. بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون ایرانیان برلین، به پایان برنامه امروز رسیدیم. متاسفانه حمله به مدارس دخترانه و دانشگاه‌ها با مواد شیمیایی در تمام کشور ادامه داره. گویا 100 نفر را در این ارتباط با مسمومیت‌ها دستگیر کردند. با امید آزادی و اتحاد همه ایرانیان، زن زندگی آزادی، فراو لبن فرایحت.